روز یکشنبه در پی اعلام قانون جدید دولت انتقالی مصر در مورد تظاهرات در این کشور، هزاران نفر از مخالفان دولت و هواداران اخوان المسلمین به خیابان‌های قاهره آمدند. نهادهای دفاع از حقوق بشر این قانون را که تجمع بیش از 10 نفر را ممنوع می‌کند، بسیار سختگیرانه و به ویژه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن را خطرناک تلقی می‌کند. ایهاب بدوی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کرد هر کسی که می‌خواهد تجمع عمومی، راهپیمایی یا تظاهراتی برگزار کند، باید درخواست کتبی خود را به نزدیکترین شعبه پلیس تحویل دهد. برای دریافت اجازه در این درخواست، باید محل در نظر گرفته شده برای برگزاری نشست، گرد همایی یا تظاهرات دست کم 3 روز کاری پیش از آن تجمع مشخص شود. برای مقابله و جلوگیری از هر گونه تظاهرات جدید در ارتباط با این قانون جنجالی، روز دوشنبه قاهره پایتخت مصر شاهد استقرار گسترده نیروهای ارتش و پلیس در خیابان‌های اصلی این شهر بود. با این حال صدها دانشجو در مخالفت با قانون تظاهرات در دانشگاه قاهره تجمع کرده و خواهان لغو این قانون شدند. این مرد میگوید این قانون همه چیزهایی را که در انقلاب 25 ژانویه به دست آوردیم از ما میگیرد. حق اعتراض و تحصن را از مردم میگیرد، دقیقاً مانند آنچه در حال حاضر در دانشگاه های مصر رخ میدهد. کسانی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه نقدی و زندان روبرو خواهند شد.